دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه مسابقات گرند سوئیس شروع شده و کلی از بزرگان شطرنج دنیا توی این مسابقه حضور دارن علیرضا فیروزیا، پرهام مخصوللو فابیان کاروانا ایکارو ناکامورا آنشگیری گوکش عبدالستاروف و خلاصه که کلی از بزرگان دنیا هستن فقط کارسن توی این مسابقه نیست مسابقات گرند سوئیس جزو مسابقات خیلی مهم و جزو چرخه قهرمانی جهانه به این معنی که بازیکنا به این مسابقه خیلی جدی نگاه میکنن دو مقام اول مسابقه گرند سوئیس صلاحیت حضورشون رو تو مسابقه کاندیداتوری به دست میارن پس یه تصور کنی که چقدر رقابت سنگینه و خیلی از این بازیکنا دارن تلاش میکنن که اول و یا دوم بشن و شانس خودشون رو هم کم نمیدونن و هدفشون اینه که برن به مسابقه کاندیداتوری در نهایت کاندیداتوری رو هم اول بشن و چلنجر دینگلرن توی مسابقه قهرمانی جهان بشن تا در آینده ببینیم که دینگرن از عنوانش دفاع میکنه و یا اینکه قهرمان جهان جدید شطرنج خواهیم داشت. بریم سراغ صفحه شطرنج میخوام از دور اول بازی فوق العاده دودا مقابل پویا ایدنی رو بهتون نشون بدم. تو این بازی دودا بوده که مهره سفیدو داشته و بازی رو با حرکت سی چار شروع میکنه. ایشیش اسب سیسه انگلیسی وقت خیلی سریع تبدیل میشه دی 5 و بعد از حرکت d 4 وارد گامبی وزیر پذیرفته نشده میشی. پویا ایدنی حرکت اچ 6 رو انتخاب کرده که حرکتیه که کم بازی شده ولی خب قابل بازیه میدونیم که اچ داره چه کاری رو انجام میده و اونم کنترل خونه جی 5 اسب اف 3 اسپ 6 و فیل اف 4 دودا دیده که نمیتونه فیل خونه جی 5 بذاره گفته بذار خونه اف 4 بذارم بازم خونه گسترشی خوبیه و بعد از فیل دی 6 تصمیم گرفته که فیلا رو تعویض کنه دودا حرکت سی 5 بازی کرده و طور که میبینید داره از وزیر سیاه زمان میگیره و سیاه مجبور که با وزیرش بازی کنه و میاد وزیر ای هفت بازی میکنه حالا دودا این فرصت رو در آینده داره که با حرکاتی مثل B4, A4, B5 و روندن پیادای جناه وزیر بتونه تو جناه وزیر فضا بگیره و بازی پیدا کنه از این طرف هم سیاه قطعا دنبال ایده حرکت e ای 5 تو این وضعیت سفید اومد حرکت E سر رو بازی کرده قل کوچیک و B4. پس پیادای جناب وزیرش رو شروع به روندن میکنه دودا پویا دنی سیشش بازی کرده تا تا حدی خونه بی پنج رو کنترل کنه و بعد از فیل ای دو حتی ای شیش هم بازی کرد حالا کنترلش روی خونه بی پنج خیلی زیاده ولی خب جلوی ایده ای, ای چار بی پنج رو نمیتونه سیاه بگیره و سفید قطعا این ای در رو اجرا خواهد کرد قل کوچیک اس دی هفت اس دی هفت واضحه که داره حرکت ای پنج رو آماده میکنه 4 بازی شده ای پنج وزیر سیدو دودو جای وزیرشو بهتر میکنه قطعا خونه سیدو بهتر از خونه دیه که و داره به عنوان مثل خونه H4 رو کنترل میکنه و پویای دنی پیاداش رو به جلو رونده از برگشته و یه ایده خیلی خوب اجرا کرده از H7 چرا این حرکت رو بازی کرده به خاطر اینکه میخواد اسب و از روی پیاده F برداره و میخواد F5 بازی کنه میخواد F4 بازی کنه و یا شاید حتی F3 بازی کنه و حمله جنان شاهی رو به وجود بیاره خوب این دسته بازی ها میتونن خیلی هیجان انگیز باشن چون سفید داره جنا وزیر بازی میکنه سیاه داره جنا شاه بازی میکنه ببینیم کدوم سریع تره سوال اینه ببینیم کدوم سریع تره B5 دودا حرکت B5 رو بازی میکنه F5 S20 دودا مهراش می بره به جان وزیر A5 انتخاب پویای دنی بوده خب تو این وضعیت حرکتی مثل اسب DF6 هم هست مثلا فرض کن اسب DF6 که پویاییدنی مهراش رو این دفعه به جناح شاه اضافه کنه و دودا میتونه مثلا حرکتی مثل اسپی پنج رو بازی کنه که حرکت خوبیه داره فشار رو به پیاده سی 6 هم افزایش میده پس شاید به خاطر این حرکت بوده که پویاییدنی میاد ای 5 بازی میکنه تا دیگه اسپی پنج قابل بازی نباشه وزیر دیدو انتخاب دودا بوده نه کنید داره چی کار میکنه داره به طور ایکس به پیاده ای 5 فشار میاره و سری تاکتیکا رو توی وضعیت به وجود آورده تصور کنید که سفید اسب در ای پنج بزنه و بعدش اسب در دی پنج بزنه و حمله برخاست به رخ سیاه انجام بده یه محاسبه انجام بدین خب و این اتفاق هم افتاده توی بازی یعنی این تاکتیک انجام شده و وضعیت به نفع دودا شده به خاطر اینکه پویایدنی حرکت بعد جی پنج رو بازی میکنه و این تاکتیک واقعا جواب داده حالا با هم دیگه میبینیمش ولی اگر حرکت اسب دی 6 رو بازی میکردن و این حرکت خوبی هم هست این تاکتیک واقعا ضعیف میشه چون اسب در A5 اینجا دیگه واقعا حرکت بدیه بعد از رخ در A5 اسب در پیاده سیاه میتونه با اسب بزنه و این خیلی مهمه مجبور نیست با پیاده بزنه مثل اتفاقی که توی بازی افتاد و این وضعیت کاملا به نفع سیاه دو تا سوار داره سیاه سفید یه رخ داره ولی به خاطر اینکه با اسب زد و اسبش مهره خوبیه و توی این وضعیت هم میتونه افچار کنه و بازیشو ادامه بده سیا کاملا برنده است خب توی بازی چه اتفاقی افتاده تو این وضعیت G5 بازی شده و حالا جالب اینه که تاکتیک جواب میده و سفید تو این وضعیت برتری خیلی قابل توجهی پیدا میکنه بعد از اسب در 5 رخ در 5 اسب در D5 حمله برخاست به رخ و سیام مجبور با پیاده بزنه و وزیر در 5 دوستان معمولا دو تا سوار بهتر از رخه اینجا سفید دو تا سوارش قربانی کرده تا یه رخ بگیره البته دو تا پیاده هم گرفته و معمولا تعویض خوبی نیست این کار ولی اینجا خیلی خوبه به خاطر این پیاده‌های فوق‌العاده سفید قرار پیاده رونده سفید به وجود بیاره و قرار پیاده‌ش رو وزیر کنه خب اسب دی اف 6 بالاخره بازی شده و حالا وزیر بی 6 وزیر رو از سر راه پیاده ای بر a 5 ای 6 ای 7 ای 8 سیاه قطعا منتظر نمیمونه و خیلی سریع اف 4 بازی کرده ای 5 اف 3 هیجان بازی داره بالا میره و ارزیابی این وضعیت ها میتونه سخت باشه ممکنه هر چیزی هم ممکن باشه سیاه هم داره سفید و مات میکنه تو این وضعیت حتی دوستان ای شرکت حرکت خیلی خوبیه یعنی سفید فیلش حتی قربانی بده ولی خب واضحه پیاده ای داره میره جلو ای هفت بازی بشه قطعا پیاده وضعی میشه ولی جی در هم که بازی شده در همون خوبه فیل H به رخ داره حمله میکنه و دودا به درستی تشخیص داده که روخش رو نیازی نیست جابجا جا کنه و میاد ایشیش بازی میکنه و پویای دنی هم روخو نزده چون روخی هیچ کاری توی بازی فعلا انجام نمیده و این فیل اچ سه اتفاقا مهره بهتریه اگر وزیر وارد حمله بشه بتونه فرزن کیش بده خونه جی 4 یا به یه شکلی وارد بشه سفید ممکنه مات بشه پس حیف این فیل رو بزنیم تو رخ خونه اف 1 تو این وضعیت پویای دنی میخواد بازی رو ادامه بده و به حملهش ادامه بده هیچ حرکتی غیر از ای در افسه وجود نداره حرکت خوبیه تا بتونه خونه رو آزاد کنه قطر رو آزاد کنه ستون رو آزاد کنه بی در و بی در ایشیش بازی شد یه مشکلی که سیاه توی این وضعیت داره اینه که حملش خیلی کنده و این پیاده سفید لامصب خیلی سریع سریعتر از حمله سیاه تا سیاه بخواد سفید و مات کنه این پیاده قطعا وزیر شده و سفید کلی برتری مهره پیدا میکنه بی در بازی شده پیاده سفید حالا تا یک حرکت داره متوقف میکنه ولی بعد از بی در 6 دوباره پیاده داره رو به جلو میره حرکت خوب جی 4 بازی شده به نظر خوب میاد ولی اهرامو دیدم که سری رفت بالا دارم پشیمون میشم که جی 4 حرکت خوبیه ولی خب به نظر خوب میاد به خاطر اینکه خونه جی 5 داره برای اسب خالی میکنه و اسب بعدش میتونه بیاد خونه اف و ایده به نظر خطرناکی واقعا میاد که انجین موافق نیست ولی بله خب والا، انسانی طبیعی به نظر میاد و تو این وضعیت فیل میتونه خونه اچ یک بره خونه خوبی خونه اچ یک ولی وضعی بی هفت هم حرکت فوقلادیه که دودا بازیگر خیلی قویه و به وزیر سیاه داره حمله میکنه سیاه نمیتونه وزیرا رو تعویز کنه چون سفید با پیاده میزنه بعدش رخ ای 8 بازی میکنه و وزیر تو میاره و داره بازی رو میبره برای همین بویایدنی وزیر 6 بازی کرده و تو این وضعیت فقط یک حرکت خوب برای سفید وجود داره و اونم فیل اچکه مهمه که فیل توی این قطر بمونه هم جلوی وزیر ای 4 رو میگیره هم جلوی اسب جی 5 اسب اف رو میگیره که بتونه اسب رو بزن مثلا اگه فیلو میذاش خونه جی 2 سیاه کاملا برنده است فیلو میزنه و بعد با وزیر کیش میده و بعدش اسبش وارد کار میشه و سفید مات میشه پس واقعا احتمال مات وجود داره ولی خب دودا خیلی دقیق بازی میکنه فیلو میذاره خونه اچک اسب اومده خونه G5 A7 اسب f کیش سفید تقریبا مات ولی میتونه اسب رو بزنه و باید این کار انجام بده حالا دوستان سیاه یک حرکت نیاز داره سفید و مات کنه وزیر G4 کیش سفید ماته چون بعدش وزیر میاد خونه G2 و تمام و سفید بازم یک حرکت داره که بازی رو برای خودش برنده نگه داره و دو این حرکت بسیار دقیقا پیدا کرده که البته دیگه انتظاری هم غیر از این نمیره تا اینجا شد ترکونده دیگه فقط یک حرکت مونده وزیر بیش تنها حرکت خوب برای سفیده هم آماده است که پیادش رو وزیر کنه و هم وزیر بیهش میتونه بیاد خونه جیسه پس در صورت وزیر جی چارکیش سفید خیلی راحت وزیر جیسه بازی بازی میکنه و بازم داره بازی رو میبره. و اینجوری دیگه تمام هیچ امیدی برای وضعیت سیاه نیست. مثلا حرکت اسب ای چهار به نظرم تنها حرکت جالبه که بتونه خونه جی رو کنترل کنه و اگه وزیر برگشت مثلا وزیر رو بزنه ولی اینجا وزیر در اف بازی میشه وزیر در اف کیش و پیاده وزیر میشه بعدش رخ وارد کار میشه رخ میتونه مثلا برگرده و وزیر رو آچمس کنه سیاه کارش تمامه توی بازی از چهار بازی نشده و حرکت فیلر افیک بازی شده که دودام پیادش رو وزیر کرده و پویایدنی از بازی انصراف داده چون بازم هیچ امیدی نیست رخ زیر ضربه وزیر جی چاکیش اگر داده بشه وزیر برمیگرده خونه جیسه و سفید مهره جلو میفته یعنی تو تمام ها سفید برنده است و حسای مهره جلو به فرضم که بتونه مثلا وزیر رو بزنه حتی این که اصلا فایده نداره فیلش هم از دست داد ولی حتی اگه به نظرم فیلم تو بازی بود سفید برنده است چون پیادای خیلی بهتری داره ولی اینجا فیلم داره از دست میده و سفید کاملا برنده از تمام آخر بازی و به نفع سفیدنو داره مهر جلو میفته و به همین خاطر بوده که بعد از فیلر فیک وزیر کردن پیاده پویای دنی از بازی انصراف میده و تسلیم میشه امیدوارم که از تماشا این بازی خیلی لذت برده باشین سعی می‌کنم هر بازی خوبی که انجام بشه براش ویدیو بسازم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید و اگر به شطرنج علاقه‌مندین و هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردین این کارا هم میتونید انجام بدین تو ویدیوی بعدی خدا نگهدار